um الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدای بخشنده و مهربان امروز سلام های گرم خدا تقدیم میکنم به شما عزیزی که همیشه توکلت به خدای بزرگ است به شما عزیزی که همیشه به فکر موفقیت هستی و در تلاش و کوشش هستی امروز سلام خدا تقدیم میکنم و شما عزیزی که همیشه و همیشه و فکر عزیزی هستی که بتانی خوشبختی های خانواده و جامعه ایجاد کنی برایشان و به وجود بیاری چیال احوال دارین خوب هستین؟ جور هستن امیدوار هستم که من باشین و همگی در کنار همدیگه در یک خانواده پر از صفا و صمیمیت زندگی پر از سعادت و خوشبختی داشته باشین امروز با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و از خدا می که برای همگی شما خوشبختی، موفقیت، سعادت، بهروزی و هر چه خوبی ها هست در زندگیتان همیشه ایجاد باشه و شما با سعی و تلاش و کوشش برایتان اینها را به دست بیارین و ایجاد کنین خب عزیزان بیننده اگر که شما عزیزان متوجه باشین ما روزهای پنج شنبه با شما عزیزان در رابطه با مشکلی به نام کمرویی صحبت کردیم صحبت کردیم گفتگو کردیم کمرویی را گفتیم کمرویی در کودکان در بزرگسالان پیامدهای های او در زندگی فردی اجتماعی همه اینا را برای شما عزیزان باز کردیم و گفتگو کردیم و امروز میخوایم که در ادامه موضوع هفته پیش که در رابطه با فرق بین کمرویی و درونگرایی را میخوایم صحبت کنیم خانم حسنزاده امروز آمدن تشریف آوردن در استودیو سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگم بهشم بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم که در هر کجا هستن جور و سهدمند باشن و روز خوب و خوش و همراه با موفقیت رو برای همه از خداوند متعال مند سلامت باشین تشکر ما هم برای شما همچنین سلامتی جان جوری و همچنین موفقیت در همه عرصه‌های زندگی را برایتون خواهان هستیم <تصفح> بله از بیننده شاید این سوال در ذهن بسیاری از شما عزیزان هم باشه که بسیار از افراد هستن درونگرا هستند و حال شاید برتا سوال بشه خود درونگرا چی است خب ما همین سوالات داریم و از خانم حسن عزیز پرسان میکنیم خانم حسن موضوعی ما ای بود که تفاوت بین کمرویی و درونگرایی چی هست بهم. و بعد از او هم میخوایم به موضوع حیا هم بپردازیم اینا همه موضوعاتی است که امروز میخوایم گفته کنیم اما قبل از اینکه بیایم تفاوت ها رو بیان کنیم خب درونگرایی چی هست حالا کمرویی رو که ما تعریف کرده بودیم حالا بیام درون گرایی رو بگویین بعد از اون باز بیان تفاوت های اینا رو بررسی کنیم بعد همونطور که شما فرمودین عنوان برنامه ما مشکلی به نام کمروی و مقابله با کمرویی رو ما میخوایم در این سلسله جلساتی که در خدمت بینندگان عزیز هستیم بیان کنیم در جلسات قبل در خدمت بینندگان عزیز بودیم کمروی رو تعریف کردیم علایم و نشانه ها از او رو بیان کردیم و اما عوامل و گوشگیری که در بزرگسالان چی هست باعث میشه که گوشگیر بشن در کودکان چی هسته و در نوجوانان چی هست اینا رو بیان کردیم و گفتیم که کمرویی یک پیامت های در زندگی افراد داره که ما جلسه قبل اشاره کردیم در بحث جلسه قبل ما تفاوت های میان گفتیم کمرویی و درونگرایی وجود داره, درست داره, درست داره. که باید انسان این تفاوت ها رو تشخیص بده که بین از این دوتا خلط ایجاد نکنه یعنی اگر یک انسان درونگراه هست دیگه این نیست که او کمرویی داره بل. نگران از این نشن دک فرد کن... کسی که خجالتی و کمرو هست این یک اختلالی گفتیم باید او رو برطرف کنه اما درونگرا یک ویژگی ذاتی است که در هر فرد ممکن است باشه و ممکن است سالها همراه ازی بوده و او جزء خلق و خویات ازی هسته از و ممکن حتی برطرف هم نشه و ای رو باید اطرافیان از او بپذیرن و همراه و همگام از او باشن و او رو درک کنن در این زمینه ولی بحث خجالتی رو باید او بحث رو برطرف کنن چون به زندگی از او آسیب میزنه پس باید بین کمرویی درون درونگرایی اشتباه نکنیم بلکه بین از اونها باید فرق بذاریم ممکنه انسان درونگرا باشه ولی خجالتی نباشه وقتی به اجتماع حضور پیدا میکنه بسیار خوب با اجتماع ارتباط برقرار میکنه صحبت میکنه درسته. و مشکل خور برطرف میکنه درسته. و در عین حال تنهایی رو ت... وقتی از او بپرسن تنهایی رو ترجیح میدی یا در اجتماع رو میگه من تنهایی بیشتر دوست دارم ده خود تنهایی بیشتر لذت میبرم حتی کارهای خود خور در تنهایی بیشتر پیش میبرم بله. یک آگاهی های مهارت های در تنهایی پیدا میتونم بکنم در اجتماع او رو پیدا بر برخلاف فرد خجالتی که همه موفقیت و رشد از او در اجتماع خوش داره به داخل اجتماع باشه بله. ولی باعث میشه که او اجتماع ترس و حراس داشته باشه حضور پیدا نکنه مم. ولی فرد درونگرا به این شکل نیست ای ترس و استرابی از اجتماع نداره بله. میتونه حق خود بگیره میتونه در اجتماع حضور پیدا کنه صحبت کنه حرف بزنه ولی خصلت و اخلاقش به قسم است که دوست داره که بیشتر همراه خود باشد در تنهایی های خودش به نتیجه برسه و ابراز نکنه درست است فرد درونگرا هم که خصوصیات داره درونگرا رو میتونیم تعریف کنیم برخلاف برونگرا هست یک فرد برونگرا فرد اجتماعی یعنی اگه داخل اجتماع نباشه به یک روز به خونه بشینه ممکن از گوشی تلفن رو داره به افراد مختلف تماس پیدا کنه چون خلق خوی یک فرد برونگرا همیشه در اجتماع برخلاف یک فرد درونگرا وقتی که به اجتماع میره فقط در حدی که مشکل خوب برطرف کنه و اون نیازی که اجتماع به او داره در همو حد حتی وقتی که ممکنه به سر کاری باشه به مکتبی باشه زیاد با افراد ارتباط برقرار نمیکنن یک فرد درونگرا ممکن اصلا دوستان زیادی ندشته باشه ولی فرد خجالتی نمیتونه در اجتماع برای خود دوست پیدا کنه چون مم. او تعاملات اجتماعی رو به صورت خوب نمیتونه انجام ده درست. ولی یک فرد درونگرا نه دوست بره خب پیدا میکنه دوستان خوبی هم پیدا میکنه از روی آگاهی و شناخت دوست پیدا میکنه و این دوستان ممکنه سالهای سال با از اینا باشه یعنی رابطه ارتباط با این دوستان ممکنه طولانی باشه و در این روابط از او عمیقتر از بی دوستان دست. یعنی دوستانی پیدا میکنه که سالهای سال با اونها باشه و بغو... ما میگیم دوستان قدیمی داره ای فرد ولی در عین حال روابط قوی ترم داره دوستان خیلی کمی داره. ممکن ممکنه آه. حد در حد چند تا باشه مثل یک فرد برونگرانیه که به داخل موتر سوار دوست بخو پیدا کنه به داخل یک همین این ویژگی ذاتی از بله بله. هیچ بد بدی هم نداره چون میگه دا... چقدر اجتماعی است مثلا که کلگی دوست میشه رفیق میشه گپ میزنه صحبت میکنه مثلا ما یک دختره که یا یک بچه یک نو مکتب میره ما دایی میتونیم تشخیص بدیم یک دختر یا یک بچه که مکتب میره میبینی که چه قدر مثلا دوست پیدا میکنه امروی از او دختر میگم امروی از او گپ میزنم امروی از او خانم میگه میگه او ما چه امروز مثلا دوست پیدا کردم ولی یکی دیگر رو ببینی که میره شاید فقط تنها صرف با همون یک نفر که در پولیش است امروی از او گپ بزنه و صحبت کنه و شاید دوستان زیادی پیدا نکنه پس یک انسان درونگراست به نکته خوب اشاره کردیم بحثه که یک فرد رو ما این متوجه شیم که درونگراه هست یا خجالتی هست در سالهای اول زندگی در بحث روانشناسی نکته است اصلا متوجه نمیشیم که این فرد مثلا یک کودک رو ما تشخیص نمیدیم که این کودک درونگراه هست ممکنه به یک علائمی درو ببینیم ولی چون که این کودک او ترس اجتماعی داره معمولا ما گفتیم که یک به کودر خجالت میکشه سلام نمیکنه خود پشت والدین خود قایم میکنه نه که اون نبینه خب یا مثلا وقتی میگه سلام کن یک سلام میکنه سری که ب... سوالات دیگه رو جواب نمیده ولی ممکنه این فرد فرد برونگرایی هم باشه مم. ولی این تشخیص اصلی از از سالهای نوجوانی است یعنی فرد میفهمیم تو... می که خجالتی است یا درونگرا بیشتر از سالهایی که مثلا به مکتب میره و سالهای نوجوانی این بروز پیدا میکنه مم. و سالهای جوانی دیگه به اوج خودخور میرسه که فرد بزرگ سال دیگه با او اخت گرفته درسته. یعنی دیگه اصلا جز صفات ویژگی از او هر جا شما یک فرد بزرگسال که در اون گراه هست بفرسته باعث میشه که همون کار خور انجام ده به خوبی هم کار خور انجام میده و برگرده دیگه با افراد متفاوتی دیگه ارتباط نداشته باشه بله. به طریقه های بله. مختلف باشه افراد در... وقتی در هستن این فرق دیگه هم که با خجالتی دارن حرف های عمق داره یعنی وقتی در گفتگوها گفتگوهای پوچ و ارزش رو مورد علاقه از اونان یه حرفهایی با دوستان خوب با افراد ارتباط دارن میزنن بله. که پربار باشه یعنی به قسم از... خلاصه و مفید گپ میزنند خلاصه و مفید آه. و ندارن که زیادی یک گپ باز کنن و در موردش بگوین و گفتن چون انسان هایی که سن اجتماعی هستن و به هر حال برونگرا هستن کوشش میکنن که از یک موضوع بسیار خرد اقدر مثلا داستان ها بگوین صحبت کنند گپ بزنن یعنی شخصیتشان هم قسم است اصلا بیشتر حاشیه پردازی هم میکنن کوشش میکنن زیاد گپ بزنن زیاد آه. مثلا در مورد ولی افرادی که درونگرا هستن معمولا هم تنهای خلوت رو ما گفتیم دوست دارن چون که گپ خود ایو کمتر بزنن ولی در عین حال در هموی که باعث میشه که خلاقیت به دست بیارن مهارت بالاتری در همون تنهای به مهارت برسن یا کارهایی را تمرین کنن که ما موفقیت برسن ما گفتیم در فرد خجالتی هم چیزی ممکن نیه چون فرد خجالتی تمام موفقیت از او، تمام کوشش از او به اجتماعی از او برم میترسه به اجتماع حضور پیدا درسته. کنه پس از بیشتر از موفقیت ها باز میمانه یعنی یک زمانی مثلا خال مثلا داده. یک انسانی که مثلا درونگرا هست مثلا در اجتماع آمده مثلا میبینه که حق زو خورده میشه حالا در محل کار یا اینجا او وقت دیگه ساکت نمیشینه یعنی چوب نمیشینه حتما به خاطر گرفتن حق خود تلاش میکنن کوشش میکنن که بتونم مثلا حق خود بگیره یا از خودش دفاع کنن که افراد کمرو نمیتونن احسن حتی به بهترین وجه میتونن از خود دفاع کنه ام. چون افرادی هستن که فکر خیلی میکنن ما گفتیم که حتی حرفایی که ما بزنن به حرفای خود فکر میکنن که حرفای مفیدی بزنن خب پس این فرد به بهترین نه میتونه حق خود بگیره و از او کار خود به بهترین نحو ادامه بده حتی مثلا بعضی وقتا ما فکر میکنیم افرادی درونگرا هستن به اطراف به توجهی ندارن مثلا هر چی به اطرافتون اتفاق بیفته اینا برای از مثلا مهم نیه حتی ما میتونیم بگیم اونا به جزئیات مسئله اهمیت میدن چون که حتی به جزئیات مسئله آگاه هستن اگه خواسته باشن در مورد یک چیزی با دیگران صحبت کنن دیگران از حرف زدن با اونها لذت میبرن چون همه جوانه به کار رو میسنجن و افرادی هستن که افکار احساسات رو به خوبی درک میکنن بله. و خیلی میتونن هم صحبت خوبی برای دیگران باشن بله. ولی یک فرد خجالتی نمیتونه هم صحبت خوبی برای دیگران, دیگران بسیار خوب عزیزان بیننده ای که برنامه روشنا را رو تا این لحظه همراهی کردین بعد از یک میان برنامه باز هم همچنان با ما همراه همگام باشین در ضمن میتونین حتما با ما در ارتباط باشین بعد از میان برنامه برای تماس برای شما عزیزان میگم کمروی اگر از اصل پایش رو در نظر بگیریم از دوران طفولیت به وجود می چون که در حال رشد شخصیتی از دوران طفولیت شروع میشه تا به نوجوانی اگر در طفولیت در نظر بگیریم طفلی که همبازی و همسخن خودم میخوای انتخاب بکنه و کاری که میخوای انجام بده خانواده ها نسبتا اینجا نقش خود ایفا میکنه که بدترین نقش اون که سرکوب طفل میکنن مثلا طفل خود برای ایجاد اجتماعی شدنشون نمیکنه کمروی یا خجالتی در فرهنگ ما یک نوع تعریف هستن و این کاملا اشتباه هستند نه تنها باید با افتخار کنیم بلکه باید برای جلوگیری از او دست بکار و می خجالت و یا کمرویی باعث می شود که انسان از مهارت های جامعه به بهره بماند و این به بهره ماندن باعث منزوی شدن و یا امی گوشگیر شدن انسان ها می شود اینو افرادی هستند چون در جامعه کمتر نقش دارن و معاشرت با جامعه و اجتماع کمتر دارن و افرادی هستند که بیشتر خلوت و تنهایی و گوشنشینی را اختیار نمودن لحاظ افراد کم جرأت و کم رو ببار آمدن خانواده ها نسبتا اینجا نقش خود ایفا میکنه که بهترین نقش اون کی هسته سرکوب طفل میکنن مثلا طفل خود برای ایجاد اجتماعی شدنشون نمیکنه طفل خود در اجتماع اجازه نمیده کارش که میخوای انجام بده و بیشترن برایشان خودشان مقرر کار میکنن که تو ای کار بکو و ای کار نکو و اینجا باعث میشه که یک طفل از امو دوران طفولیتش بیان خود گفتن نتونه سخن خود گفتن نتونه اما اراده که میخوای انجام بده زیر شود زیر پای پایمال پای شوه داشتن کمرویی در انسان اگر وجود داشته باشه باعث میشه که انسان به اهداف و آرمان و چیزایی که میخواد نرسه و بیشترین و بهترین فرصت هایی که در اختیار او قرار میگیره را به همین سادگی از دست بده بسیار عالی و تشکر از شما هموطنان خوبم هم که چقدر در گزارش و مصاحبه صحبتهای مفید و زیبایی داشتین بله سرکوب کردن اطفال امر و نهی کردن و بسیار چیزهایی که شما عزیزان گفتین همه اینها میتونن در کمرویی نقش داشته باشن امیدوار هستیم که والدین عزیز همه اینها را در ذهن داشته باشن و آگاهانه تربیت کنن فرزندان خودشانه و اگر همچنان چه با مشکلی به نام کمروی دچار هستند. حتما تلاش کنن که بتانن مقابله کنن با این اختلالات رفتاری که انشالله که جز اختلالات رفتاری بسیار شدید هم نیست نگران نباشین و اما بله همه قسم که عزیزان در گزارش و مصاحبه با ما همراهی داشتن و صحبت کردن و نظرات خودشان را برای ما گفتن شما هم میتونین از طریق نمبر واتساپی که برای تان هر روز اعلام میکنیم با ما در ارتباط باشین و نظرات خوب خودتان را برای ما ارسال کنین مثبت 964 780 255 40 13 و اما در ادامه صحبت و گفتگو با خانم حسنزاده هستیم صحبت ما به اینجا رسید که بله تفاوتهای بین کمرویی و شخصیت درونگرایی را بحث میکنیم و ببینیم که این دو چه تفاوتهایی با هم دارند گاهی وقتا بسیار از افراد شخصیت درونگرایی دارند که کمرو نیستن شاید شما خانمدهای عزیز و شما جوان جزئی ای دست از افراد باشین پس حتما متوجه باشین که این دو چه تفاوتهایی با هم دارن پیشنای خانم اصلا زده بله افراد درونگرا گفتیم به شدت خیشتندار هستن معمولا وقتی از اونها سوال میشه یا به مکتب با... مثلا بچه باشه که به مکتب بشه بره یا فرد بزرگ سالی باشه که بس... شاغ... شاغل باشه شغل داشته باشه همکارا از اون وقتی از او سوال میکنن خیلی چون فرد راز نگهداری معمولا ده. خیلی حرف ساعت حتی ممکنه نفهمن که این مثلا بچه چندم خانواده است یا چند تا فردی که مثلا باشون کار میکنه چند تا اولاد داره اصلا ارشد امیر متوجه نشم چون این خیلی اطلاعات کمی رو از خود خود به افراد دیگه میده کسایی که میخوان افراد کمرو رو خجالتی رو بشناسن از این طریق میتانن بشناسن ام. وقتی که سوال میشه از اونا بسیار سوال ها رو با ب... ب... محتوای خیلی پربار جواب آه. میدن یعنی آن چیزی که مثلا لازم میدانن طرف مقابل بدانه فقط در همو حد به او جواب میدن و در انتخاب کلمات بسیار دقت دارن ام. و همیشه حرفای نه از روی درایت و بسیرته حرفای سرسریکی بیان نمیکنن در کل میتونم بگن در قضاوت های خود افراد رنگی هستن گفتیم خلاقیت دارن در های خود بسیار درست عمل میکنن مثلا کسی که خودی از او دوست میشن بسیار باید او در مورد از او شناخت داشته باشن درست. آگهی داشته باشند که بتانن با او ارتباط برقرار کنن برعکس افراد گفتیم که برونگرا که خودم هر کسی بله، که بشه بله، ارتباط برقرار میکنم و صمیمی بشم. در تصمیم گیری های خود چون همه چیز رو جوانب رو ارزیابی کردن و آثار مثبت و خوب مثلا منفی یک پیامد رو در نظر دارن و از تمام مسائل آگاهی هستن بیشتر موفق هستن چون همه مسائل رو گفتیم او خلقیت خود او فکر و درایت خود استفاده میکنن درستن. و باعث میشه از تصمیم گیری های خو به صورت مطلوب استفاده کنم و خیلی مم. تصمیم های خوبی میگیرم مثلا اگه خانواده میبینن یک فرد برونگرا در اون خانواده هست و یک فرد درونگرا خوب است علاوه بر برونگرا که برونگرا خود و فرد اجتماعی نظرات و پیشنهادات و مشورت‌ها خو به در اختیار بله، دیگران قرار میده ولی از او فرد درونگرا هم نظرات از او بخواین چون با فکر و درایت حرفا خو خیلی ممکنه نظرات خوبی و مفیدی به خانواده بله. بیان کنه معمولا تو افراد در خانواده که هستن خانم مثلا دادا میشه مثلا فکر میکنن میگن که اینی میچ خوب یک آدم است بسیار متفکر است هر کارش از روی فکر است هر کارش از روی سنجیده است تو نیست که مثلا معمولا تو افراد در خانواده ها بیشتر قابل اعتماد هستند کوشش میکنن مثلا تو افراد برای مشورت مشاوره مثلا ازش بگیرن همراهش بیشتر گفته بکنن از نظراتش استفاده کنن درست است حالا یه گپ این نیست که مثلا بگویم که مثلا کسایی که در اون اجتماعی اجتماعیستن حرف میزنن گپ میزنن که تو کلگی بد است نه اتفاق ممکنه خوب مم... ممکن است سو... مثلا چند بار سوال کنیم تا بتانیم حرف از ایده از رو بفهمه چون به راحتی ایده و نظرات خود در اختیار بقیه قرار نمیده در بله درست. یک مثلا به دیگه اسم خانواده رو برده معمولا تو خانواده ها افراد برونگرا چون زیاد حرف میزنن ایده ها میگن اجتماعی تر هستن و مورد پذیرش تر هستن عمو که شما گفتی افراد درونگرا مورد پذیرش ولی بیشتر وقتا در سنات پایین معمولا والدین به او افراد س... کنن افراد خجالتی هستن چون تفاوت از اینا رو خوب متوجه نشدن بس. میگن نگاه کن خوهر مثلا پس چه مامای تو چقدر خوب مثلا حرف های دا میکنن. میکنن. اونها رو سرکوب میکنن و او نمیدانن که او خلاقیت هایی داره که اگه یک جا از او نظرات و ایدا از او استفاده بشه واقعا موفق تره چون با فکر کارهای خود انجام میده پس درونگرایی رو میتونیم ب... بگیم در هر خانواده ای افرادی وجود دارن یک اختلال نیه یک ویژگی ذاتی هست مم. که در هر فرد باید او رو درک کنی مثلا طریقه گب زدن باید او رو یاد بگیری ممکنه مثلا از او بگیم نظر تو چیه مثلا وقتی بزنه با تنه و اینا میگیم مثلا حرف خود بیان نکنه ولی نه اگه بخوایم با یک رقمی که مثلا مورد مطلوب از او از او بپرسی ایده خیلی خوبه بده و این رو خانواده ها والدین مثلا خواهر برادران رو بپذیرن که که یک ممکنه بچه از اونا یا فرزند از اونا درونگرا باشه یکی برونگرا باشه امه. و این از ویژگی های ذاتی از او است. و چیز بدی نیست امه. اگر خج... احساس کردن یک فرد درونگرا این خیلی نیاز به درمان داره اینه که یک فردی که درونگرا است خجالتی هم است یعنی در عین حالی که درونگرا هست به اجتماع هم حضور پیدا نمیخواد به خاطر خجالتی بودنش است یا به خاطر از اینکه خب خصلتش هم قسمی خوش نداره که زیاد در اجتماع باشه بیشتر کوشش میکنن که خودش مثلا در تنهایی ها بتونه به مشکلات برسه خب این در تونیس تر تنهایی ها به مشکلات برسه خوبه ولی اگه وارد اجتماع شد ترس ها رو دیشت ما گفتیم یک فرد در اگر که تت... امکان داره پس به بخ... کمرویی برسه آه. نه نرسه اینجا یک ممکنه هر دو ویژگی رو فرد داشته باشه اا... اینجا باید او اختلال خجالتی بودن از او درمان کنن ولی به ویژگی ذاتی از او درونگرا بودن،, درون بودن از او کاری نگیرن چون yeah. اون صد جزء ذات از او هست یعنی خواهر مثلا گاهی وقتا یک انسانی که درونگراست میتونه خجالتی هم آره، باشه آره، این دو تا مشکل میتونم نباشه آره. درست میتونم بله. نباشه ولی بله اکثرا نیستم خانزوری <applause> یعنی حتما آره. کم رویام دارن بعضی افراد چون از بس که به داخل خانه مثلا فردی بودن که در اون گراه بودن مورد تحقیر واقع شدن مورد مثلا نظرات از اونا پرسیده نشده یا حتی وقتی به داخل جمع رفتن به اونا توین شده خجالتی بودن هم همراه از اونا شده خب این فرد باید خجالتی بودن خود خور درمان کنه چون اختلاله ولی درون گرا بودن از او جزء ذات از نه و مشکلی برای از او ایجاد نمیکنه خب پس کسی که کم و درون گرا نیست بسیار مطلوب است و پس و زندگی درسته. روال خود. که کارش کمتر از در بله. نتیجه که بتانه مثلا خودش نجات بته بیشتر موفقیتش برش است ولی یک نفری که هم درون گراست و هم کم رو هست که سخت میشه دیگه حتی برای افراد برونگرا هم وقتی که مثلا خجالتی باشن سخته یعنی ما گفتیم ممکنه این فردی باشه دو تا خصلت رو داشته باشه امه. او اختلال کم رویش برطرف بشه در اون بودن چون چون ذاتش خود به خود با او کنار میاد فرد مقوله دیگه ای که علاوه بر اون ما میخوایم علاوه بر درونگرایی مورد بحث قرار بدیم مقوله حیا هست تفاوت بین خجالت و حیا یا هم وجود داره حیا میتونیم بگیم انجام دادن خودداری کنه فرد از انجام کارهایی که قبیه زشته ای با خجالت خیلی فرق داره چون خجالت و کمرویی یک چیزی است که کارهای خوب خود خورم فرد نمیخواد انجام بده چون از بقیه خجالت میکشه ممکنه یک کاری بسیار مطلوب و خوب باشه ولی چون خجالت میکشه اون انجام نمیده ولی حیا همیشه انسان خیشتند، خیشتنداری میکنه در برابر کارهای زشت و ناپسند هست یکی وقتا یک نفر اگر حیا داره او رو ما نمیتونیم بگوییم که کم روز بس و کسی که حیا داره بسیار از لحاظ دینی ارزشمند هست و یک مقوله بسیار خوبی داره ام. ولی یک فردی که کم است ما میگیم اختلال داره باید برطرف بشه الان خانم اصلا حیا چی هست اصلا بیم حیا اصلا نکته خوبی ما در تعریف حیا میتونیم بگیم حیا یک نوع احساس و خجالتی است که طبیعی و در عین حال سالم دلوقتي. که برای هر فردی که احساس حقارت نمیکنه این لازم هست یعنی به تا جایی که احساس حقارت نشه ارزش و کرامت انسانی از او زیر سوال نره لازم است میتونیم به یک کلام بگیم حیا حرمت نفس یعنی خودمان رو در برابر نفسمان نگه داریم درسته یعنی هر کاری رو انسان انجام نده امه. مثلا بعضی وقتا ما بین حیا کردن مثلا میگیم طرف ما یه کاری رو انجام بده میگیم شرم داره امه. یعنی کار از این کاری کار انجام بده بس. یعنی انقدی کار ناپسنده هست این شرم داره ولی بعضی وقتا باعث میشه که این دو مقوله قاطی بشه بگن نه یک فرد خجالتی من یک مثال رو میذارم خامزوری خدمت شما مثلا یک فردی هست میدانه که ارتباط با جنس مخالف باید با یک مزامین شرعی باشه <applause> یعنی هم عقلی رو میگه هم شر میگه هم عرف این رو میگه که وقتی میخوایم با جنس مخالف ارتباط برقرار کنی و صحبت کنی مثلا یک محدودیت های رو انسان رعایت کنه با این فرد نه. مثلا با او زیاد خوشوش نکنه نخنده مثلا اینا رو ولی یک فرد میگه نه مثلا اینها ای فرد یک فرد خجالتیه که نمیتونه با جنس مخالف بگو بخند کنه در صورتی که اون فرد شرم و حیا داره بله. بیشتر وقتها دا حی... در آموزه های اسلامی دستان. در کنار حیا کلمه شرم رو به کار بردن این فرد خجالت نمیکشه بله. حراس نداره درستم. از ارتباط برقرار کردن به دیگران بلکه احساس میکنه که من نباید با این فرد بیگانه که محرم هست حیا میکنه خب در این مورد باز هم گفتگو میکنیم همراهی عزیزان بعد از یک وقفه و میان برنامه همچنان همراهی کنین برنامه خودتان روشن را امام حسین علیه السلام و نادا هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله هل من موحد یخاف الله فینا آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسد خب بازم تشکری میکنیم از همراهی گرم شما عزیزان همیشه همراه امیدوار هستم که برنامه زی داشته باشین به خصوص شما مادران و خواهرای عزیزم که هر روز بیننده برنامه روشنا باشین ما در برنامه روشنا با موضوعات مختلف همراه شما عزیزان گفتگو میکنیم صحبت میکنیم و پاسخگوی سوالات و پیام های شما عزیزان هم هستیم و اما میپردازیم به ادامه صحبت در رابطه با حیا خب حیا را تعریف کرد خانم حسن زاده و میخوایم که بیشتر بشنیم و ببینیم که گاهی وقتا حیا در زندگی میتونه مفید باشه و چه تفاوت هایی با کمرویی داره خانم حسن زاده مثلا ما میگیم کمرویی حیا شرم اینا کلش در زندگی های ما وجود دارم بخوایم یا نخوایم ما داریم این موضوعات در زندگی گاهی وقتا مثلا ما از یک چیز شرم داریم گاهی وقتا حیا میکنیم اینا کلش با بحث کمرویی شاید مثلا اشتباه گرفته شد. شاید یک نفر کمرو نباشه ولی شخصی با حیای باشه حیا کنن شاید مثلا یک نفر یک تعنی مثلا میزنه به آدم او انسان در مقابل نتونه جواب از بده. بته چرا بخاطر از که حیا میکنم پس اینجا او به خاطر کمرویی نیست به خاطر خجالتی از اون نیست که نمیتونه جواب از بده. بته بلکه بخاطر هست که او میکنه پس یه حیات در زندگی نقش مفید داره، نقش خوبه هست، گاهی وقتا هم میتونه سازنده باشه برای ما، میتونه ما را بسازه در زندگی، بله حیا کلا ارزشمند هست در زندگی همون که که گفتیم به معنای شرم داشتن از ارتکابی که محرمات باشه محرمات اون چیزی که با خدا و پیامبر از او نه کرده باشن و عامه همین حیا عاملی هست که شعونات اخلاقی فردی و اجتماعی رو انسان رعایت کنه یعنی حتی بعضی وقتا باعث میشه که انسان با حیا باشه ولی یک کاری رو انجام نده چون که خدا و پیامبر از او او رو نکنه یعنی در دین اسلام اون نه شده این رو باید انج... باعث میشه انجام نده ولی وقتی که به داخل اجتماع قرار بگیره به او با کمروی اشتباه میشه و همین حیایی که ارزشمند هست و عرض... یک بار ارزشی داره ضد ارزش ترقی میشه دلسته. و باعث میشه که به این فرد فرد خجالتی بگم و حتی باعث بشه که این فرد چنان بر او فشار بیایه که با از حیا متنفر بشه امه. و این را از این باید باید انسان در نظر داشته باشه که بر قوای خود خود تسلط داشته باشه وقتی انسان میخواد فرد با حیایی باشه یعنی تا جایی پیش بره اگر حرف مردم دیگه از او برای از او مهم نباشه بله, بله برای فرد کمرو گفتیم حرف دیگران خیلی از او تاثیر داره امه. یعنی جوری که میترسه اون مسخره کنم به خاطر مسخره کن. میای او کار رو انجام میده هر چی او کار ارزشمند نباشه و مخ... از محرمات باشه چون برای از او بر برای که مفهومی نداره مم. او چیزی که مفهوم داره حرف مردم ولی برای فردی که با حیات اصلا حرف مردم ارزش نداره بله. نداره خب مثلا یک فرد که کمرو هسته حتی با جای دیده شده که مثلا از روی خجالت واجبات دین رو کنار گذاشته حتی واجبات دین رو به خاطر کم به خاطر مثلا یک فرد که نمازخوان است اهل روزه هست در جمعی قرار میگیره که این افراد اهل نماز و روزه نیستن و به خاطر که خجالت میکشه بلند نماز بخونه یا ابراز کنه من روزه هست و خجالت از او چنان برای سر از او فشار میاره که از او کنارگیری میکنه یا یک شما فرض کنید یک فرد معجبه هست مهم. و هجاب اسلامی رو کامل رایت میکنه ولی بله خودی یک دوست را میره که هجاب نداره و این وقتی که به او تنه میزنه میگه تا کی می اجاب داشته باشی تا تا کی می مثلا رایت را رعایت کنی آه. تو خسته نشدی از گرمای هوا از نمی از باشی و این حرفا در این تاثیر میگذاره میگه همین دوست من میترسم مر تک کنه چون فرد خجالتی و کمرو نمیتونه از خود دفاع کنه به خاطر از دست دادن مثلا یک دوست, دوست یا یک رفیق آه. ممکنه خدای کنار بذاره یعنی تا اون مرز برای یک فرد کمرو ممکنه مم. پیش بره درست. خب اینها بسیار خطرناک است ولی یک فرد باهیا کاملا چیزه مم. اول یک فرد باهیا فعل رو تشخیص میده کار کاری که میخواد انجام درست. بده آیا این کاری که به ما انجام بدم یک کار قبیه و زشتیه امه. یا نه یک کار نیکی و خوبی هسته کار برای از اون مهمه امه. حرف مردم دیگه مهم نیست و تنها چیزی که توجه داره به اون کاره اگه کار خوب بود او رو انجام بده به حرف مردم هم کار نداره امه. بسیار به او حرفم بزنن فرد با حیا فقط فرن رو در نظر میگیره و روی همو نظارت میکنه حتی در جایی میرسه که به خاطر همو فعل این فرد با ارزش و با کرامت قلم داد بشه دلوقتي. یعنی به جایی میرسه که یک فرد با حیار همه ما میدانیم که فلان کس یک فرد با حیا و عفیفی هست یعنی در کارهای زشت وارد عمل نمیشه درستان. به محرمات وارد عمل نمیشه مم. ما در کلام امام علی علیه السلام داریم که میفرماین الحیاه مفتاح کل خیر بله. یعنی کلید همه خیرها و هست. بله. کلید همه خوبی ها در حیاه یعنی فردی که میخواد یک کاری رو بکنه که حرامی رو انجام بده میگه چون من رو انجام نمیدم چون که خدا وقتی به درجه انسان بالا میره ام. که او رو خدا رو در نظر بگیره یعنی درست علاوه درست بر او فعل که انسان حیام میکنه گور انجام بده به خاطر از او از خدا هم حیا میکنه ام. یعنی خجالت میکشه هش شرم داره ولی از خداوند متعال ربیتان. شرم داره حالا مثلا ما از حیام میتونیم حیای حضرت زینب سلام الله علیها را مثال بزنیم که وقتی که در خرابه شام آوردن گفت که به یزیدیان گفت که شما زنانتان در پشت پرده هاست در کاخ ها مخفوظ هستند و ما را این چنین مثلا در اجتماع و در حضور همه مثلا آوردین شاندین ای از حیای حضرت زینب بود چرا نمیگفت که بر ما چرا غذا ناوردین نا چرا نان ناوردین نا ولی این قسمت از برش سخت گذشت که در حضور همه مردم مثلا اینا رو آوردن و از شهر و کوچه ها اونا را مثلا گذراندن از حیای حضرت زینب بود که چون سخت تیر شد برشان خب این حیا باعث میشه که برای حضرت زینب یک ارزش قلام داد بشه باعث میشه که کرامت و شرافت انسانیت رو برای حضرت زینب سلام الله بله. در ما در نظر بگیریم بله. در اون که مثلا در اون هایی که برای سختی در ها. سختی ها آه. حتی به فکر هجاب خودشان بودن این نکته خیلی خوبی مم. رو اشاره کنی و زنان ما هم ما میتونیم بگیم در همین امروز واقعا دارد در از هر هیده هجاب از اونا و آزادی از اونا فشار میایه که ای آزادی تا کجا و تا کی میخواد ادامه بله. داشته باشه چون هجاب رو مانع آزادی میدانه بله ولی ما میگیم میتونیم همون الگو رو در زندگی های خود ما پیاده کنیم و شرافت و کرامت انسانی خود رو انسان با حفظ جاب نگه داره و ای برای از او ارزش میشه ای برای از او افت میشه بله. و چه خوب است که ولی بعضی همی... از وقت همی حیا نباشه ام. خجالت باشه برای از اونو نقص ایجاد میشه میگم من حجاب دارم برای من نقصه من خجالت میکشم من بیرون برم ما در این حالی که من حجاب داشته باشم ولی الان همه عزت زنان افغانستان است که در قلب اروپا راه میرن و حتی به اون حجاب خودشان افتخار میکنن بله. این میتونه خیلی برای زنهای ما الگو باشه بله. از درسی که از حضرت زینب کبری سلام الله بله و همچون از فاطمه زهرا سلام الله علیها که وقتی یک نابینایی نابینا می... بله وارد منزل از فاطمه زهرا میشه میره حجاب میکنه خودش هم میپوشانه که گفتن چرا مثلا این کارا میکنی خب میگفت که به حال اون نابینا هست ولی خب به حال که احساس دارم و میبینم که مثلا یک مرد نامحرم وارد منزل هست دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم خانم من یک چیز نکته رو در پایان میخوام بگم که هیچ وقت انسان با حیا احساس ظرف نکنه و حیای خود خوره اب نبینه بلکه به او افتخار کنه و حیایی متان بالاتر باشه و انسان را به کرام بالاترین درجه برسونه و انسانیت را او را اثبات کنه که او حیا به خاطر خداوند متعال باشه این که ما میگیم حیا خدا وقتی که انسان از خداوند متعال داشته باشه خیلی از گناهان رو انسان انجام نمیده یعنی حیا از خداوند داشته باشه بسن. درست از خلق خدا چطور از خلق خدا ما بحث خجالت میشه خ... اون حیایی که از خلق خدا هم هست به خاطر خداونده یعنی به خاطر اوامر خداونده درسته او وقتی که از خلق خدا خجالت میشه هر همون خجالت میشه دیگه که نمیتونه حرف خور به را بیان کنه ولی ما میگیم نه حیا از خداوند باشه چون وقتی میخواد دروغ بگه خدای نکرده در وقتی که میخواد تهمت بزنه یک فردی در وقتی که میخواد نماز خود کایلی کنه وقتی که حیا از خدا کنه جلو و همه از اینا رو میگیره و بلند میشه نماز خور میخونه و به خاطر خدا اگه ممکنه او دروغ به فایده از او بله باشه ولی بله. بله حرف راستی که به ضرر از او هست رو بیان میکنه حیا از خداوند بالاترین مرتبه است که یک فرد میتونه داشته باشه و به با او افتخار کنه پس میتونیم بگیم که حیا کامل کننده دین هست به او حتی بله گفتیم دیگه وقتی که با کلید خب همه خوبی ها مکمل هم باشه دین بسیار چیزا هست حالا خب حیا هم یکی از اون موارد میتانه باشه مم. بله چون بسیار از گناهان رو جلو از اون میگیره همین حیا چقدر وقت انسان با حیا باشه از خداوند متعال داشته باشه و حیا داشته باشه خیلی کارها رو انجام نمیده ولی این رو به اون مقوله نیست که انسان وقتی که حیا داشته باشه در اجتماع هم وقتی میخواد حیای خود کنه مم. نگن این فرد خجالتیه پس این دوتا رو ما باید سوا از هم در نظر دارست. بگیریم عین هم نیستن پس, و... میگیم، پس برای بیننده های عزیز ما میگیم که کمروی و خجالتی نباشین ولی با افتخار با حیا باشین و حیا رو داشته باشین در زندگی چقدر خوب است که دخترهای جوان ما بچه های جوان ما حیات داشته باشن نسبت به اخلاقشان نسبت به رفتارشان نسبت به پدر مادر و اعضای خانواده و به خصوص به خصوص با خالق خوب و خدای خود و خودشان حیات داشته باشن شرم داشته باشن از گناهان دوری کنن تشکر سپاسگزار خانم حسن خوب عزیزان که همیشه همراهی داشتین بیننده برنامه روشنا بودین بسیار زیاد تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان امیدوار که صحتمند باشین موفق و پیروز باشین با اتفاق خانم حسنزاده عزیز کارشناس مت برنامه از حضور همه شما عزیزان خدافیزی میکنیم و روزگار خوب و خوش را برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم خدا نگهدارتون